به گزارش اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه آینده 23 نوامبر برای شرکت در سومین همایش رهبران و سران کشورهای صادرکننده گاز موسوم به GECF وارد تهران می شود. بنا به این گزارش، آقای پوتین با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ملاقات خواهد کرد. ایران میزبان اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران است که جلسات مقدماتی آن روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. امیر شکری کلسر، کارشناس انرژی، میگوید سه کشور ایران، روسیه و قطر 75% از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. بیش از 75% منابع اثبات شده گاز طبیعی جهان در سه تا کشور قطر، ایران و روسیه هستش. ولی خب ایران با توجه به تحریم هایی که از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا بر صنعت انرژی ایران وارد شد، نتونست حضور فعالی در بازار گاز جهانی داشته باشه. به گزارش بلومبرگ نیز، ایران در حالی که 18% گاز جهان را در اختیار دارد، تنها توانسته است کمتر از 1% تجارت گاز در جهان را به خود اختصاص دهد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، پرو، امارات متحده عربی و عمان اعضای اصلی این مجمع هستند. کشورهای هلند، قزاقستان، عراق و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در این مجمع حضور دارند. روسیه در این حال بر حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه پافشاری کرده است. هدف مسکو و تهران در روند گفتگوهای صلح سوریه حفظ بشار اسد در قدرت است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است تمرکز ایران و روسیه در این گفتگوها باقی نگه داشتن اسد در قدرت است و زمان خواهد برد تا متقاعد شوند سوریه با اسد آینده ای نخواهد داشت. I do not foresee a situation in which we can end the civil war in Syria. اساس موضوع این است که تا زمانی که بشار اسد در قدرت باقی است، شرایطی به وجود نخواهد آمد که بتوانیم به جنگ داخلی پایان بدهیم. به گزارش روزنامه کمرسانت، روسیه می‌خواهد به رغم نگرانی آمریکا و اسرائیل به برنامه فروش سامانه موشکی S-300 به ایران ادامه دهد. مشاور رئیس جمهوری روسیه گفت گفتگوهای آقای پوتین در تهران بر روابط دو جانبه، پایان دادن به بحران در سوریه، اجرای توافق جامعه هسته‌ای، جنگ با تروریسم و مشخصاً داعش و همچنین انرژی اتمی، نفت، گاز و همکاری فنی نظامی متمرکز خواهد بود. روابط تهران و مسکو اخیراً تقویت شده است به نحوی که روسیه تأمین دوم به ارزش کل 7 میلیارد دلار به ایران را مد نظر دارد. نیما صداقت، صدای آمریکا.